به نام خدا و سلام خدمت شما دانشجویان عزیز به جلسه 12 از سلسله جلسه های مضمون بازاریابی خوش آمدین. به جلسه قبل ما و شما آخرین مراحل برنامه ریزی استراتژیک برای واحد های خودگردان رو بحث گرفتیم و سر مراحل باقی مانده صحبت کردیم و بعدا بحث برنامه ریزی استراتژیک برای واحد های خودگردان رو جمع بندی کردیم و بحث استراتژی های رشد شروع کردیم و گفتیم که یک سازمان میتونه که از سه طریق یا از طریق سه نوع فعالیت ها به رشد دست پیدا کنه. یک از طریق موقعیت های رشد داخلی بود که سازمان متکی بر داشته های خود از داخل میخواهد که به رشد دست پیدا کنه و گفتم این میتونست از طریق چهار موقعیت که از طریق چهار تا آنصف تشریح شده بود به دست بیاره. موقعیت های مثل نفوذ در بازار بود، توسعه بازار بود، توسعه محصول بود و تنوع گرایی بود. و همچنان گفتیم که موقعیت بعدی یا فعالیت بعدی که سازمان میتونست از او رشد دست پیدا کنه موقعیت های رشد خارجی همگون بود و موقعیت بعدی یا روش بعدی موقعیت های رشد خارجی ناهمگون بود که هر کدام از این موقعیت ها هم از طریق حربه های متفاوت قابل دسترس بود و روی حربه های هر کدام هم ما به تفصیل صحبت کردیم. و بعدا بحث فرایند بازاریابی خود شما شروع کردیم، مقدمه بر فرایند بازاریابی گفتیم و چند مرحله ابتدایی از فرایند بازاریابی و بحث گرفت. در این جلسه هم به ادامه جلسه قبلی روی یک سری از موارد صحبت میکنیم که در فرایند بازاریابی مهم و با اهمیت. یک از این مسائل بحث تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابیه. یعنی یک سازمان وقتی میخواد که در یک موقعیت شروع به کار بکنه و محصول ارائه کنه، اول باید که فرصت ها رو بشناسه که در کجا برای سازمان فرصت موجوده تا اینکه سازمان بتونه در او فعالیت بکنه، چه به لحاظ جغرافیایی چه به لحاظ ردبندی های دیگه. اول باید سازمان فرصت ها رو شناسایی بکنه و بعد از شناسایی فرصت ها جستجو و انتخاب بازارهای هدف. یعنی سازمان فرصت پیدا کرد که فرض کنیم برای من یک فرصت وجود داره در بازار موبایل، میتونم که کار بکنم و شروع به فعالیت کنم و محصول رو تولید کنم. حال باید که بازارهای هدف رو تعیین کنه. بازارهای هدف میتونه هم به لحاظ جغرافیایی تعیین بشه و یا هم میتونه که به مبناهای مختلف دگی دستبندی بشه. به لحاظ جغرافیایی یعنی شما تصور کنیم که اگر میخواین موبایل تولید کنیم، آیا میخواین در افغانستان تولید کنیم، در ایران تولید کنیم، و یا اگر میخواین در افغانستان تولید کنیم در کدام ولایت میخواین که بیشتر تولید کنیم و بازار هدف شما کدام ولایت. و یا میتونیم از نقطه نظرهای دیگه بازار تقسیم بندی بکنیم. مثلا این که ما میخواین در افغانستان فعالیت بکنم، حال بازار هدف ما طبقه جوان، طبقه کهنسال، خانم های، آقایان، اطفال، کیها هستند بازار هدف شما. و یا از منظر دیگه میتونیم دسته بندی بکنیم این که بازارهای هدف شما مردمان باسوادن یا مردمان بیسواد. بالاخره مبناهای مختلف برای تقسیم بندی بازارها وجود داره تا اینکه شما بتونیم بازار هدف دقیق تر انتخاب کنیم. مسئله بعدی که باید در فرآیند بازاریابی در نظر گرفته بشه طراحی استراتژی بازاریابی. در مرحله طراحی استراتژی بازاریابی سازمان باید توسط یک ملاک قابل سنجش خود سازمان با رقبا مقایسه کنه و ببینه که سازمان در چه موقعیت قرار داره. وقتی میگیم که ملاک قابل سنجش، مثلا به لحاظ قیمت، آیا شما قیمت کالار ارزانتر ارائه میکنین از رقبا یا قیمت شما بلندتر از رقبا، و یا به لحاظ کیفیت محصولی که شما میخواین تولید بکنین، ای به لحاظ کیفی
پایین تر از سطح رقبا باید باشه یا بلندتر از سطح رقبا باشه. یعنی شما یک ملاک قابل سنجش انتخاب میکنین، میتونه هر کدوم از پیهای بازاریابی باشه یا از آمیخته بازاریابی باشه، و بر حسب از او موقعیت خود نسبت به رقبا میسنجیم. بعد از او شروع میکنین به طراحی و معرفی محصول که جدیدن میخواین به بازار عرضه کنین. یعنی شما میبینید به طور مثال به لحاظ کیفی محصول شما پایین تر از رقبایه، و یا به لحاظ قیمتی محصول شما پایین تر از رقبایه. منظورم از پایین تر بودن قیمت یعنی که شما قیمت تمام شده زیادتر داریم و شما در رده پایین تر قرار میگیریم، یا ساده تر قیمت رقبا پایین تر از شمانه. حال شما باید که یک طرح جدید ارائه کنین، طرح بازاریابی جدیدی، تا اینکه یک سری تغییرات لازم در محصول بیارین. مثلا اگر کیفیت محصول پایینه، کیفیت محصول بالا ببرین، و یا اگر قیمت شما بلندتر قیمت پایین بیارین، و یا اگر که محصول شما نسبت به رقبا به لحاظ دسترسی کمتر قابل دسترس، شما باید که روی این مؤلفه کار بکنیم و طور محصول یا استراتژی طراحی کنیم که نواقص موجوده در گذشته از بین ببریم و من حیث یک رقیب قوی تر وارد بازار بشه. و طوری که قبلا ما و شما بحث کردیم، محصول چرخه عمر داره. یعنی در ابتدا که شما شروع میکنیم، محصول شروع میکنه رو به رشد، بعد مرحله رونق تجربه میکنه و مرحله شکوفایی تجربه میکنه، بعد مرحله رکود و مرحله بحران تجربه میکنه، یا مرحله بحران که از بین میره. حال شما اگر بتونین که این نواقص محصول در هر مرحله از عمر محصول شناسایی کنیم، میتونیم که از رکود و بحران در عمر محصول یا در چرخه عمر محصول جلوگیری کنیم. به طور مثال میبینیم که کیفیت کار رقیبا از شما بیشتره. اگر شما کیفیت کار بالا نبرین، طبیعتا که رو به رکود میره فروش محصول شما و شما از بازار بیرون میشیم. حال اگر که شما در این عرصه اصلاحات بیارین، طبیعتا که از رکود متوقعه در آینده جلوگیری کردیم و محصول شما همچنان میتونه در بازار من حیث یک کالا عرضه بشه و بر از او متقاضیایی هم وجود خواهد داشت. وقتی شما استراتژی بازاریابی طراحی میکنین و در محصول خود تغییرات وجود میارین، در اینجا کار بازاریابی به شکل دوره‌ای ختم میشه. باز شما برای سال بعدی یا برای مدت زمان بعدی باز دوباره استراتژی طرح میکنین و مراحل که قبلا ذکر شد در تیم مراحل میکنین، نواقص محصول رو میشناسین و اصلاحات رو باز دوباره به وجود میارین. یعنی فرایند بازاریابی تا به وجود آوردن اصلاحات در محصول خاتمه پیدا میکنه. مبحث بعدی که ما و شما روی بحث میکنیم، ماهیت و محتوای برنامه بازاریابیه. یعنی به لحاظ ساختاری برنامه بازاریابی باید که شامل کدام موارد باشه، چه مسائلی باید داخل برنامه بازاریابی ذکر بشه. در قدم اول یک خلاصه برای مدیریت باید داخل برنامه بازاریابی باشه، چون شما قرار برنامه به مدیر پیشکش کنیم، به مدیران ارشد، و برنامه از طرف اونا تایید بشه. بنابراین شما یک خلاصه برای از بخش میدین تا اینکه اونا بفهمن که شما میخواین که چه کارهایی را انجام بدین. مسئله بعدی که در برنامه بازاریابی در نظر گرفته میشه، موقعیت فعلی بازاریابیه. در موقعیت فعلی بازاریابی شما در مورد یک سری از مسائل به لحاظ تاریخی اطلاعات میدین، یعنی اطلاعات تاریخی مربوط به یک سری از مسائل بیان میکنین. این مسائل عبارت از چیه؟ مثلا اطلاعات در مورد بازار میدین که به لحاظ تاریخی بازار به چی شکل بوده تجزیه و تحلیل میکنین، اطلاعات در مورد محصول میدین، اطلاعات در مورد رقبا میدین. یعنی از وضعیت هر کدام اطلاعات به کافی در برنامه بازاریابی ذکر میکنید. اطلاعات را همچنان در مورد کانال های توزیع میدین و
همچنان اطلاعات در مورد محیط بازاریابی ارائه میکنیم، چون اینا هر کدام این مسائل مباحث بسیار مهمیه و برنامه بازاریابی باید شامل اطلاعات این موارد باشه. و همچنان در مورد اندازه رشد بازار در طی سال گذشته یا سالیان گذشته اطلاعات ارائه میکنیم. این که اگر یاد شما باشه گفتیم که یکی از مواردی که در مورد از لحاظ تاریخی باید اطلاعات بدیم بازاره، یعنی شما در مورد اندازه بازار، در مورد نرخ رشد بازار طی سال گذشته یا طی چندین سال گذشته اطلاعات ارائه میکنیم، چون بازار جاییه که شما قراره در اونجا فعالیت بکنیم، بنابراین باید که مسائل مربوط به بازار به درستی بشناسیم. و همچنان در موقعیت فعلی بازار باید که روند تغییرات در خواسته ها باید مطرح بسازیم، طوری که چندین بار هم در گذشته ذکر شد خواسته ها در طول زمان تغییر میکنند. یعنی مثلا نظر به فرهنگ، چون فرهنگ ها هم فرسایش میشن در طول تاریخ، نظر به تغییرات فرهنگ، خواسته ها تغییر میکنه، یا نظر میتونیم بگیم به مود و استایل و یک سری مسائل دیگه، یا نظر به تغییر در سلیقه ها، خواسته های افراد یا مشتریان تغییر میکنه و شما من حیث یک بازاری ها باید از این تغییر خواسته ها در طول زمان آگاه باشین و در برنامه بازاریابی این تغییرات در خواسته ها باید در نظر داشته باشه. و همچنان برداشت ها و رفتار های خرید مشتریان باید بررسی بکنیم و تغییراتی که قراره در اونا بیایه شما پیش بینی بکنین و به برنامه بازاریابی این مسائل شامل کنین. یعنی شما پیش بینی میکنیم که چه تغییرات در خواسته ها میایه، در برداشت ها، یعنی در طرز تفکر افراد میایه، و همچنان در رفتار افراد چه تغییرات میایه. این مسائل شما پیش بینی میکنیم، در برنامه بازاریابی من حیث عوامل کنترل شده اونا بیان میکنین و برای تغییرات هر کدام طرح میدین که اگر خواسته ها تغییر میکنه طرح ما برای تغییرات محصول به چی شکل. مسئله بعدی تجزیه و تحلیل فرصت ها، تهدید ها، قدرت ها و ضعف هایه که در مدیریت اینا رو به نام SWOT analysis یا تحلیل های SWOT هم یاد میکنند و یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی در طرح و برنامه ریزی هایه. چرا اینو تحلیل ها رو به نام تحلیل های SWOT میگن؟ SWOT که به انگلیسی با SWOT نوشته میشه، چیزی که در اینجا هم ذکر شده SWOT، چون S نشان دهنده استرنس یا توانایی ها هست، W نشان دهنده ویکنسز و یا ضعف های، O نشان دهنده اپورتونیتیز یا فرصت های، و T نشان دهنده یا مخفف تریتس یا تهدید های. به خاطر اینا رو به نام به شکل اختصاری به نام تحلیل های SWOT هم یاد میکنه. در تجزیه و تحلیل فرصت ها، تهدید ها و قدرت ها ما میتونیم که این مسائل رو به دو بخش تقسیم کنیم. اول بخش فرصت ها و تهدید های، فرصت ها و تهدید ها، و بخش قوت ها و ضعف ها. ببخشید که اشتباهی تایپی شده، قدرت ها نوشته شده، قوت های، قوت ها و ضعف ها. فرصت ها و تهدید ها مربوط به عوامل بیرونی از سازمانه، یعنی مربوط به مسائل داخلی نیه و باید فرصت ها هم شناسایی بشه، تهدید ها هم شناسایی بشه. نظر به جدی بودن فرصت ها و تهدید ها باید که اینا تقدم تأخر بشه، یعنی کدام تهدید خیلی جدیه و باید او اول در نظر گرفته بشه و برای از او راهکار پیدا بشه، و یا کدام فرصت فرصت بهتریه و امکان اتفاق افتادن یو بیشتره، بنابراین باید که او فرصت در اولویت قرار بگیره و از او فرصت استفاده بشه. بخش دوم که قوت ها و ضعف های، مربوط به عوامل داخلی سازمانه، یعنی شما در داخل سازمان تجزیه و تحلیل انجام میدین، میبینیم که
چه قوت هایی وجود داره. به طور مثال میبینیم واحد بازاریابی بسیار قویه و بسیار خوب عمل کرده، بنابراین این من حیثیت قوتی. یا میبینیم که شما قیمت تمام شده کالا شما از رقیبا پایین تره، یعنی شما قیمت فروش شما پایین تره، بنابراین این من حیثیت قوت شناسایی میشه. یا کیفیت کالا شما بلندتره، این یک قوت. بالعکس ضعف ها یعنی نقاطی که از اون ناحیه امکان داره کمپانی صدمه ببینه. به طور مثال میبینیم که واحد فروش شما کمکاره و فعالیت درست نداشت، بنابراین این حیث یک ضعف شما ده میشه. یا میبینیم که به طور مثال کیفیت محصول شما کمتر از کیفیت رقیبایه، این حیث یک ضعف شما ده میشه. و باید قوت ها و ضعف ها هم از عوامل داخلی شناخته بشه و برای هر کدام اینا طرح داده بشه تا اینکه قوت ها حفظ بشه و ضعف ها از بین برده بشه و یا تغییرات در اون وجود بیاید. مسئله بعدی که در برنامه بازاریابی از او باید ذکر بشه اهداف. اهداف معمولا به دو نوعه، اهداف بازاریابی داریم و اهداف مالی داریم. شما باید هر کدام به شکل مجزای توضیح بدین. به لحاظ مالی یعنی که چقدر مصارف شما میشه در برنامه بازاریابی و چقدر عاید متوقع شما هست از اجرا کردن این برنامه. و به لحاظ بازاریابی شما میتونین که توضیح بدین که به لحاظ سهم بازار چقدر قراره به سهم بازار شما افزوده بشه، و یا ای که چقدر نرخ رشد داشته باشه کمپانی، و یا ای که چقدر اعتبار کمپانی من حیث یک برند در بازار بالا میره. و بنان هر کدام اینا باید به شکل مجزا بحث بشه. از اهداف مالی هم در نهایت باید به اهداف بازاریابی تبدیل بشه. حالا وقتی که بحث از اهداف میکنین، اهداف باید یک سری خصوصیت های داشته باشه. در مبحث مدیریتی میگن که هدف باید سمارت باشه. سمارت بودن توضیح میدیم بعدا خود شما که به چی معنایه. یعنی اهداف یک از خصوصیات اینه که باید واضح باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، در طی دوره زمانی خاصی باشه. یا در مباحث مدیریتی اینو هدف گذاری به نام هدف گذاری سمارت میگن. سمارت هم مخفف یا از اسپسیفیک یعنی مشخص باشه، هدف میجربل یعنی قابل اندازه‌گیری باشه، اچیویبل قابل دسترسی باشه، یعنی شما بتونین به دست پیدا کنین، ریالستیک یعنی که واقع گرایانه باشه هدف، خیال پردازی نکنیم زیاد در تعیین اهداف ها، و تایم باوند باشه یعنی که در یک دوره زمانی مشخص شروع بشه و ختم بشه. یعنی طی این دوره زمانی شما بو چیزهایی که از قبل تعیین کردیم باید دست پیدا کنیم. بنابراین یکی از خصیصهای اساسی اهداف در برنامه بازاریابی اینه که اهداف باید سمارت باشه، یا همین پنج خصوصیت در یک هدف باید داشته باشه. بر علاوه از اینا اهداف باید با یک دیگر هماهنگ باشن. یعنی فرض کنین شما چهار هدف یا پنج هدف تعیین میکنین، طوری نباشه که اهداف شما در تقابل با یک دیگر قرار داشته باشه. یعنی اگر شما به یک از اهداف میرسیم، این ناقص رسیدن شما به هدف دیگه باشه، بلکه باید رسیدن به یک هدف شما رو کمک کنه برای رسیدن به هدف بعدی، مثل زینه های یک آپارتمان باید باشه. شما اگر میخواین که به طبقه بالای یک آپارتمان بریم، باید هر پله ای که بالا میشین من حیث یک هدف شما رو به پله بعدی که هدف بعدیه نزدیک کنه، تا اینکه نهایتاً به هدف که بالا شدن به آپارتمان برسید. بنابراین اهداف باید هماهنگ باشن، یعنی اهداف باید در طول همدیگر قرار داشته باشن، نه در عرض همدیگر. در بین اهداف نباید تقاطع وجود بیایه. و خصیصه بعدی اینه که اهداف باید به ترتیب اهمیت ردبندی بشن. شما چندین هدف دارین، یا اهداف با هم هماهنگ هم هستن حالا، ولی باید که بفهمیم که کدام هدف مهمتره و کدام هدف از اهمیت کمتر برخورداره. او هدفی که مهمتره باید در قدم اول
گذاشته بشه و رسیدن به هدف باید از اولویت ها ما باشه و اهداف بعدی که اهمیت کمتری داره به مراحل بعدی گذاشته بشه. مسئله بعدی که باید در برنامه بازاریابی از او یادآوری بشه و طرح بشه بحث استراتژی بازاریابیه. استراتژی بازاریابی معمولا به شکل فهرستی از ابزار و اجزای اصلی بازاریابی یاد میشه و این مسائل باید که با سایر واحدها هم هماهنگ بشه، یعنی اونا باید از ابزار و اجزای اصلی بازاریابی آگاه باشه. مسئله بعدی بحث برنامه عملیاتی. برنامه عملیاتی باید به وضاحت اجزای استراتژی روشن بسازه. به طور مثال شما یک هدف تعیین کردیمی که حجم فروش شما باید 5% افزایش پیدا بکنه. حال باید برای از این برنامه عملیاتی داشته باشین که عملا شما چی فعالیت های را انجام میدین، در کجا انجام میدین که منتج به این بشه که رشد که حجم فروش شما 5% افزایش پیدا بکنه. یعنی برای هر فعالیتی که در استراتژی بازاریابی طرح میشه شما باید یک برنامه عملیاتی داشته باشیم، یعنی که عملا چی کارهای انجام میشه برای دستیابی به این برنامه شما. و مرحله بعدی یا مسئله بعدی که در برنامه بازاریابی یاد میشه بحث سود و زیان. شما باید مثل حساب مفاد و ضرر که در محاسبه مالی تهیه میشه، شما باید مشخص بسازین که برای انجام برنامه های بازاریابی به چه مقدار بودجه ضرورت دارین و عواید متوقعه شما به چه شکله. یعنی باید ذکر کنیم که از هر رسیدن به هر هدف چقدر شما عاید به دست میاریم. بعدا باید عواید و مصارف با هم دیگر جمع تفریق بکنین و سود و زیان خالص رو پیش بینی کنین که در آینده در نتیجه انجام و یا اجرای برنامه بازاریابی شما به چه مقدار مفاد و ضرر خالص دست پیدا میکنین. و بحث بعدی کنترل های لازمه. طوری که قبلا هم بحث شد، یکی از بحث های بسیار مهم مدیریتی کنترل از اجرای طرح‌های، یعنی وقتی که طرح اجرا میشه هین ازی مدیران این طرح شما رو کنترل میکنن و یا نظارت میکنن و هر آن میتونن که طرح شما رو متوقف کنن اگر ببینن که طرح شما عملی نبوده و یا ضرر آوره و یا در تقابل با اهداف کلی سازمان قرار داره، و یا اگر که در مجموع تشخیص بدن که این طرح شما لازم دیگه نیه که اجرا بشه. و مدیران باید پلان های بدیل برای ازی داشته باشن، یعنی اگر که قرار بنابر یه هر دلیلی طرح شما متوقف بشه شما باید طرح های بدیلی داشته باشین تا یک جایگزین طرح قبلی شما بشه، و یا باید آمادگی اصلاح هر گونه انحراف رو داشته باشین. اگر که به یک سمت انحراف پیدا میکنه برنامه ها شما، باید به چی شکل او اصلاح کنیم. خب اگر بخوایم که جلسه رو یک جنبندی بکنیم، در ابتدای جلسه ما شما روی مسائل باقی مانده از مبحث فرایند بازاریابی صحبت کردیم و هر کدام بش گفتیم و روی اینا صحبت های مفصلی انجام دادیم. و بحث بعدی که خود شما روی صحبت کردیم بحث ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی بود، یعنی که وقتی شما یک طرح بازاریابی یا برنامه بازاریابی در نظر میگیریم چه مسائل باید در این برنامه ذکر بشه و هر کدام از اجزای و مسائلی که باید در طرح بازاریابی ذکر بشه و مفصلا به بحث گرفتیم. تا اینجای کار فصل دوم ما و شما، یعنی فصل برنامه ریزی استراتژیک هم به اتمام میرسه و جلسه 12 ما و شما هم به اتمام میرسه. انشالله که از جلسه بعدی فصل 13، یعنی فصل تحقیقات بازاریابی شروع میکنیم و ادامه میدیم خودشون.